کار با تسک منیجر در این بخش از آموزش ویندوز 10 میخواییم با تسک منیجر آشنا بشیم و ببینیم که چطور میتونیم از این ابزار جهت مدیریت برنامه ها و در صورت این که مشکلی در اجرای برنامه ها پیش بیاد میتونیم از اون استفاده کنیم برای دسترسی به این ابزار دو روش وجود داره یکی اینکه ما میتونیم بر روی آیکون ویندوز که در این قسمت اول تسک قرار داره راست کلیک کنیم و از این قسمت بر روی تسک از لیستی که باز میشه کلیک کنیم تا به این کارت دسترسی داشته باشیم و همطور که در اینجا میبینید برنامه هایی که در حال اجرا هستند در اینجا برای ما به صورت لیست فار قرار داده شده و در صورت اینکه یکی از این برنامه ها به مشکل اجرایی مواجه شده باشه کافی که بر روی اون کلیک کنم و انتکس رو کلیک کنم و برنامه به این صورت بسته میشه و میتونم مجددا برنامه رو اجرا کنم تا مشکل اون رفت بشه این کارت رو میبندم اما روش دیگه که وجود داره اینه که با استفاده از کلیت های ترکیبی کنترل، آلت و دلیت، این فرمان رو ما فراخونی کنیم که همطور که میدیم وارد این بخش میشیم و میتونیم برای تسک کلیک کنیم وقتی که برای تسک منیجر کلیک میکنیم میبینیم که مجددا این کد برای ما فعال میشه و ما میتونیم از این قسمت مدیریت برنامه ها رو داشته باشیم در قسمت موردیتیلز هم میتونیم از فعالیتی که سیستم ما در حال حاضر داره انجام میده مطلع بشیم و اطلاعات دیگه ای رو هم در داشته باشیم برای مثلا من برای مثلث کلیک میکنم و به این ترتیب برای ما مشخص میکنه که در حال حاضر چه فرایند در حال اجرا هستش و سی پیو چقدر درگیره چه میزان حافظه رو اشغال کرده دیسک ما به چه صورت داره عمل میکنه و اطلاعات مربوط به نتورک هم در اینجا وجود داره اپ که در اینجا در حال حاضر داریم از اون استفاده میکنیم و اطلاعات موجود در اون هم به این صورت برای ما نمایش داده میشه و پردازش هایی که در پس زمینه در حال اجرا هستن در این قسمت وجود داره و میتونیم این موارد رو مورد بررسی قرار بدیم در قسمت پرفورمنس هم در اینجا میتونیم به صورت اجرایی تمامی موارد رو بررسی کنیم بر مثلا در قسمت سی پی میبینیم که به این صورت داره عمل میکنه و فرکانس اون و اکتیویتی اون هم به این میزان به حسب گیگاهرتز مشخص میشه و اطلاعاتی رو در این زمینه درباره سیستم خودمون میتونیم به دست بیاریم که چند هسته ای هستش و موارد دیگر رو در این قسمت میتونیم به دست بیاریم میتونیم مشخص کنیم که مموری ما به چه میزان هستش و چه درصدی از اون مصرف شده دیسک و موارد دیگه که آیا به صورت اینترنت اتصال داریم یا خیر یا به صورت وای فای در بخش اپ هیستوری هم در اینجا در صورت اینکه تاریخچه مربوط به اپ هایی که داریم استفاده میکنیم وجود داشته باشه و هر کدوم از اونها برای مثال چه میزان از حافظه رو اشغال کرده و اطلاعات دیگهی که در اختیارمون قرار میده رو در اینجا میتونیم مشاهده بکنیم در قسمت استارتاپ هم میتونیم ببینیم که چه مواردی هنگام که ما سیستم خودمون رو روشن میکنیم برای ما ظاهر میشه و میتونیم با کلیک روی اونها اونها رو با انتخاب دیسیبل غیر فعال کنیم تا زمانی که ما سیستم خودمون رو روشن میکنیم و ساین میکنیم این موارد برای ما نمایان نشه در قسمت یوزرز هم در اینجا میتونیم ببینیم که چه افرادی در حال استفاده از سیستم هستن که در حال حاضر در اینجا تنها کاربر یا یوزر خود من هستم و اطلاعات مربوط به من در اینجا وجود داره که چه میزان در حال حاضر در من از CPU استفاده میکنم و موارد دیگه در قسمت دیتیلز هم جزئیات دیگه که در مورد هر کدوم از اپ ها و اپلیکیشن ها و موارد اجرای دیگه که وجود داره هستش که وضعیت اونها رو مشخص میکنه برای مثال در اینجا همطور که میدین برخی از مواردی که در اینجا وجود داره وضعیت اونها در حالت رانینگ قرار داره یعنی در حال اجرا هستن یا در وضعیت ساسپند وجود داره و یا ممکنه برخی از این موارد به صورت استاپ شده هم وجود داشته باشه و اجرا نشه و در قسمت سرویس هم میتونیم ببینیم که چه سرویس های در اختیارمون هستش و توضیحات مربوط به اون هم در اینجا برای ما قرار داده شده و وضعیت اونها هم از لحاظ اینکه در حال اجرا هستن و یا متوقف شدن هم در اینجا برای ما وجود داره در بخش فایل هم ما میتونیم با انتخاب ران نیو تاسک یک مورد جدید رو فعالیتش رو ایجاد کنیم و یا از این قسمت خارج بشیم در قسمت ها هم میتونیم مشخص کنیم که همیشه در بالا باشه این موارد یا مینیمایز باشه وقتی که ما میخوایم استفاده کنیم و تنظیمات رو از این قسمت داشته باشیم و در قسمت ویو هم میتونیم یک رفرشی رو در حال حاضر داشته باشیم یا سرعت مربوط به اون رو آپدیت کنیم میتونیم سرعت بالا باشه و نرمال باشه و پایین و یا این قسمت متوقف بشه و در صورت اینکه بخوایم از این قسمت خارج شیم و مجددا به محیط اولیه تست برگردیم کافی که برای فیور دیترز کلیک کنیم و به این ترتیب وارد این قسمت میشیم به این ترتیب در این بخش با تست منیجر آشنا شدیم و دیدیم که با استفاده از تست در صورت اینکه یک اپ یا برنامه با مشکلی مواجه شده باشه و قابل اجرا نباشه میتونیم از این قسمت اون برنامه رو ببندیم و مجددا اجرا کنیم همچنین دیدیم از این قسمت و از این ابزار تس منیجر میتونیم به اطلاعات مربوط به سیستم خودمون دسترسی داشته باشیم و از نحوه عملکرد سیستممون به بهترین نفع مطلع بشیم